استاد محترم، سوال بعدی ما ای است که عزیز سوال کرده که من دندان های ساختگی دارم، آیا ضرورت است که در وقت وضوء و غسل اونها را از دهان خود بکشم یا غسل و وضوء بدون کشیدن از اونها هم جواز داره و میشه؟ ما به آدرس این مسئله خدمت شما یک کمکی وضاحت بکنم که برادرای ما در این بسیار مشکل دارند. بسیار سوالات زیاد می شود. در پر کردن دندان مشکل دارند، در پوش کردن دندان مشکلات دارند که دسته بری از آنها شاید بگه یا مسئله را برشان بیان بکنه ولی وضاحت نکنه. ما می خوام کمکی وضاحت بکنم که اول جواب از این برادر عرض بکنم. اگر دندان ها خلاص میشن، ثابت نیستن، شاندگی نیستن، از دهن در وقت غذا خوردن یا در وقت وضو یا گام غسل اینها جدا میشوند، اینها را باید باز بکنه. اگر اینها ثابت و شاندگی هستند، از دید شریعت اسلامی هیچ مشکلی نیست. چرا؟ در صورتی که اگر اینها باز میشوند حتما منفذی دارن اینها. زمانی که باز نمیشوند ثابت هستند، پوش دادگی هستند، هیچ مشکلی نیست. شریعت اسلامی ای را اجازه میده. مسئله پر کردن دندان و مسئله پوش دادن دندان، حتی در ضرورت مطابق تشخیص و تجویز طبیب حاذق، مطابق تشخیص و تجویز طبیب حاذق و دکتری خوب میتوانه امی شخص که او مشوره بده که از طلا پوش بکو درست است. از طلا، از نقره، از مواده های پیشرفته و غیره، حتی امکان دکترها باید این مسئله را مراعات بکنن که موادی که او مواد به اصطلاح در داخلش اشیای حرام و غیره داره از او استفاده نکنه. این مسئولیت به دکتر برمیگرده، دکتر در اینجا مسئول است. پوش دادن دندان ها، پر کردن دندان ها، البته دهن اوکش بکنه اگر در حالت جنابت و بی وضویی هست، اوکش بکنه. اگر در حالت جنابت و بی وضویی نیست، بازم مستحب است که دهنش اوکش بکنه، دندان پر میکنه، پوش میته، با دکتر این مشوره را بکنه که گویا مواد استفاده بکنه که اون مواد در وسط از او کدام موادهای کیمیاوی غیری به اصطلاح حلال نباشه. این مسئولیت به دکتر برمیگرده. نفس پر کردن و پوش کردن شرعا درست است. استدلال میکنن علما از او حدیثی که صحابه در یک غزوه پوز شهید شد، بینیش بالاخره از نقره ای را ساخت. از نقره وقتی که ای را ساخت، ای بوی گرفت. پیش پیامبر علیه السلام آمد، گفت از طلا بسازی را. او از طلا ساختی را، بینیش بوی نمی گرفت. پس امیر قیاس کردن علما با ای شرعا هیچ مشکلی نداره. می توانه که پوش بکنه، دندانایش پر بکنه و یا دندانا را به اصطلاح پوش بده جدا شوه، یا اینکه یعنی داخل دهن باشه. البته یک نزاکت باید در وقت غذا خوردن یا در وقت ششتن یزی حتی امکان کوشش شوه که سببی به اصطلاح ملالی طبعیت دیگران شوه، به اونا یک نوع مکروه معلوم می شوه، یک نوع کراهت ای در خود داره، ای را حفاظت بکنه. بسیار عالی، جزاکم الله خیرا.